تقریبا 8 ساعت از پایان مهلت رأی‌گیری در انتخابات بریتانیا گذشته و پیروزی حزب محافظه‌کار قطعی شده. تو این نقشه بزرگ بریتانیا که جلوی ساختمان بی بی سی همکاران من آماده کردن، کاشی‌هایی به رنگ‌های مختلف، قرمز برای حزب کارگر، آبی برای حزب محافظه‌کار که پیروزیش قطعی شده، نارنجی برای حزب لیبرال دموکرات و زرد برای حزب SNP قرار گرفته. میدونیم که پیروزی حزب محافظه‌کار قطعی شده. یکی از دلایل قطعی شدن پیروزی حزب محافظه‌کار اینه که مثلا در مناطقی مثل ویلز تونسته یک سری از کرسی‌ها رو، 6 کرسی رو از حزب کارگر بگیره. حتی در لندن، شهری که اکثر مردمش طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستن، حزب محافظه‌کار تونسته چند تا کرسی رو از حزب کارگر بگیره. چه دلیل؟ به این دلیل که آرا بعضی جاها بین دو حزب کارگر و لیبرال دموکرات در واقع تقسیم شده و این جا رو برای حزب محافظه‌کار باز کرده. ولی داستان اصلی این انتخابات در مرکز انگلستان و شمال انگلستانه، جایی که خیلی از اینها در واقع پایگاه‌های سنتی حزب کارگر بوده ولی مناطقی بوده که به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن و خیلی از این رأی دهندگان ظاهراً الان اومدن سراغ اینکه یا اینکه رأی ندادن یا اینکه اصولاً رفتن به حزب محافظه‌کار رأی دادن. به همین خاطره که حزب محافظه‌کار تونسته خیلی کرسی، نزدیک 50 کرسی رو تا الان از حزب کارگر بگیره، خیلی‌هاش در مرکز انگلستان و در شمال انگلستان. ولی در نقشه بریتانیا به سمت شمال که بریم، بعد از انگلستان میرسیم به اسکاتلند، جایی که الان اگر در تلویزیون ببینید خیلی از این کاشی‌ها، تقریبا همه این کاشی‌ها زرد شده. حزب ملی اسکاتلند SNP تونسته خیلی از کرسی‌هایی رو که قبلا دست حزب محافظه‌کار یا حزب کارگر بوده در این منطقه به خودش اختصاص بده. حزب SNP حزبیه که اولویت اصلیش استقلال اسکاتلند از بقیه بریتانیاست و رهبران این حزب میگن که با این نتیجه باید یک همه پرسی دوم برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار بشه. همه پرسی اول سال 2014، یعنی 5 سال پیش برگزار شد و این حزب دنبال اینه که یک همه پرسی دیگه برگزار کنه و میگه نگاه کنید، من بیشتر اسکاتلند رو بردم، من تقریبا همه کرسی ها رو از آن خودم کردم، درو کردم. به همین خاطر دنبال برگزاری یک انتخابات در واقع یک همه پرسی دیگه است. در نهایت میبینیم که قمار بوریس جانسون جواب داد. نخست وزیری که هیچ الزامی نداشت که یک انتخابات زودرس برگزار کنه، ولی این انتخابات زودرس رو برگزار کرد و تونست با شکست دادن حزب کارگر که رأی حدود 8% کم شد، موفق شد که بیشتر نقشه بریتانیا رو آبی کنه و به این ترتیب برای چند سال آینده نخست وزیر بریتانیا بمونه. اولین اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که 1.5 ماه دیگه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج میشه. سپاسگزارم بهرنگ، بسیار بسیار ممنونم.